ادامه خبرها. در سومین روز از 33 فجر انقلاب اسلامی و در تلیعه روز فناوری فضایی، ماهواره ملی نوید علم و صنعت، ساخت دانشمندان و پژوهشگران کشورمان در دانشگاه علم و صنعت با استفاده از ماهواره بر جدید سفیر نوید به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. یا مهدی، یا مهدی. رئیس جمهوری در ارتباط مستقیم با پایگاه پرتاب با تجلیل و قدردانی از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران ساخت و پرتاب ماهواره نوید گفت ما حضور در فضا را برای خدمت به بشریت می‌خواهیم و امید است حضور ایران در فضا منشأ خیر و برکت برای ملت و جامعه بشری باشد. آقای احمدی نژاد افزود دستاوردی که حاصل تلاش‌های گسترده و زحمات طاقت فرسای متخصصین، دانشمندان، عالمان و فناوران کشور عزیزمون ایران هست. از مهمترین ویژگی های این ماهواره اینه که از دل دانشگاه بیرون اومد و عناصری که افق نگاه دانشگاه های ما و جهتگیری های دانشگاه های ما به سمت سوی درستی هدفگیری شده و اهداف بلندی رو مد نظر قرار دادن. اون فناوری هایی رو در دستور کار قرار بدیم که وقتی اونها حرکت می کنند پشت سر خودشون به اون زیادی رو فناوری های زیادی رو حرکت بدن و جلو ببرن. حضور در فضا در واقع ایجاد فرصتی است که همه علوم و فناوری کشور بتونه جهش بکنه و با سرعت بالاتر شتاب بالاتر انشاءالله پیشرفت کنه. سرپرست سازمان هوافضا هم در تشریح ویژگی های ماهواره نوید علم و صنعت وزن این ماهواره را 50 کیلوگرم اعلام و با اشاره به اینکه وزن نوید دو برابر وزن ماهواره امید و بیش از 3 برابر وزن ماهواره رصد است افزود این ماهواره پس از پرتاب در ساعت 3:30 بامداد امروز در ساعت 5:35 یعنی طی 2 ساعت یک دور کامل به دور زمین گشته و دور دوم خود را آغاز کرد و همچنان در حال گردش به دور زمین است. فاضلی با بیان اینکه این نخستین ماهواره دانشگاهی ایران است که به صورت 100% بومی به همت دانشمندان ایرانی طراحی، ساخت، پرتاب و رصد شده افزود دور زمین گشته و در حال آغاز دومین دور به دور کره زمین هست و ما پیش بینی کردیم 5 تا ایستگاه که قابلیت رصد کردن ماهواره به لطف خداوند تا اینجا به اونچه که پیش بینی شده بود ماهواره ما تونسته پاسخ بده و ما پیش بینی کردیم 5 تا ایستگاه که قابلیت رصد کردن ماهواره رو دارن در شهرهای تبریز، بوشهر، قشم، مشهد و ایستگاه مرکزی در استان البرز این ماهواره رو در تمامی ایستگاه ها رصد میکنند و همه این ایستگاه ها قابلیت کنترل ماهواره رو و ارسال فرامین در واقع مورد نظر برای انجام فعالیت های پیش بینی شده رو دارا هستند. و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت این ماهواره به عنوان 3 ماهواره جمهوری اسلامی ایران به فضا در مدار حضیض 270 کیلومتر و اوج 370 کیلومتر قرار گرفت و با سرعت 7.8 کیلومتر بر ثانیه در مدار تزریق شده و با موفقیت در مدار قرار گرفت. سردار وحیدی افزود و این 3 ماهواره ای است که به طور متوالی توسط جمهوری اسلامی پرتاب شده و به حمد الله با موفقیت در مدار تزریق شده. خصوصیاتی که این نوبت از پرتاب ماهواره داره که در حوزه ماهواره بر هست، ماهواره بر سفیر نوید یک ماهواره بر در کلاس جدیدی است که میتونه ماهواره های رو با وزن بیشتر پرتاب کنه و طراحی های جدید و فناوری های جدیدی در اون به کار رفته و اینکه در اولین نوبت
پرتاب با موفقیت مأموریت خودش رو به حمدالله انجام داد، بسیار ارزشمند هست. این حرکت مهم در راستای توسعه کشور یک حرکت راهبردی است و تثبیت جایگاه روزافزون ایران در بین کشورهای دارای این فناوری قویتر و پایدارتر شده و به نظر میرسه که ما انشالله راه بلندی رو که دیگه کشورها در مدت طولانی طی کردن تا به این مرحله رسیدن، ما به حمدالله توانستیم متکی بر همکاری های گسترده بین همه پژوهشگران و جهادگران عرصه هوافضا این رو خیلی سریعتر و قویتر به انجام برسونیم. وحیدی در ادامه با اشاره به ویژگی های دیگر ماهواره نوید علم و صنعت و ماهواره بر سفیر نوید گفت ایستگاه های زمینی و رهگیر ماهواره، ایستگاه های تلمتری و فرمان و ایستگاه مرکزی که کنترل کننده این ایستگاه هاست همه بومی و ساخت آن به دست متخصصان داخلی بوده است. وی درباره مهمترین مأموریت ماهواره نوید علم و صنعت خاطر نشان کرد. این ماهواره یک ماهواره سنجشی است که وظیفه تصویربرداری و ارسال آن به ایستگاه های مورد نظر را بر عهده دارد و در این ماهواره همچنین فناوری های مختلفی مانند فناوری های مربوط به پنل های خورشیدی آزمایش می شود. Yeah.